طی دو روز گذشته مجدداً شاهد اعتراضات و اعتصاب کارگران صنایع بزرگ نفت و گاز و فولاد و برخی صنایع دیگه در تعداد قابل توجهی از شهرهای ایران بودیم. تصاویری از این اعتراضات و اعتصابات رو با هم ببینیم و بعد ادامه بدیم. 2402 کمپین دهلوران لیلان. درود خدمت همکاران عزیز. 2402 پتروشیمی گشتاران، تخلیه نیروهای تیام سند، پیمانکاری سلحشور. هم درود دوستان، آخرین نفر وایستادم، ماموریت انجام شد، هیچ کس نمونده توی پتروپولش، کامل تخلیه شده، کامل. فیلم گرام امروز 2402 همه ترک کار کرد. به نام خدای رنگین کمان، خدای حامد، خدای کیان، امروز 2402 بچه های شرکت رستاک پایا فولاد کویر یزد در حال تحویل دادن ابزار برای پیوستن به کمپین هستند. به نام خداوند رنگین کمان، 2402 کمپین 1402 نیروهای سیویل سایت یک پتروشیمی بوشهر برای حمایت از کمپین امروز سر کار نرفتن و خواهان افزایش حقوق هستن. این هم از نیروهای سیویل سایت یک پتروشیمی بوشهر. خب تصاویری بود از اعتراضات کارگران. برای بررسی علت این اعتراضات و اینکه خواسته کارگران چیه همراه هستیم با همکارم منوچهر منوچهری. منوچهر سلام، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. به عنوان اولین سوال، این اعتراضات در کدام شهرها بوده و اگه بشه یک تصویر کلی از این موضوع به ما بدین. بله، با سلام به شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی. طبق اخباری که به دست من رسیده طی دو روز گذشته، همونطور که میدونید مصادفم بوده با پایان ماه رمضان و عید فطر، کارگران در برخی از صنایع وابسته به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد دست به اعتراض زدن. در اکثر اونا دست از کار کشیده و در واقع شروع به اعتصاب کردن که برخی از این اعتصاب ها رو من لیستشو دارم اینجا، اجازه بدید که خواهش میکنم بفهم. بله، کارگران یا در واقع نفتگران تیام صنعت در گشتاران، کارگران فاز 14، فاز آپادانا، پتروشیمی دماوند، پالایشگاه فرزانگان، شرکت اکسیر صنعت، کارگران پتروشیمی صدف، شرکت ایده سازان در عسلویه، کارگران شرکت آی جی سی دشت عباس در دهلوران، کارگران پتروشیمی جندی شاپور و شرکت پتروشیمی هنگام در شیراز، کارگران شرکت جهان پارس در بوشهر، کارگران شرکت پناه صنعت در لردگان، کارگران شرکت توسعه فولاد سیرجان، کارگران شرکت پارس لیان و شرکت فولاد کوشان در کنگان، کارگران شرکت کارون گستر سرچشمه کرمان، کارگران کیانسازه بوناوا در بندر ماشهر و کارگران شرکت آفتاب بندر عباس، همچنین کارگران شرکت سپیدانه گستر فولاد در اصفهان و
کارگران شرکت سنگ آهن و فولاد یزد. البته کارگران پروژه‌ای منطقه پتروشیمی سلمان فارسی هم در سربندر هفته گذشته در اعتراض به اوضاع معیشتیشون در اعتصاب بودن. حتما میدونی که صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران با درآمدهای نجومی اساساً در اختیار سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به خامنه‌ای که بدون هیچ نوع محدودیتی با استفاده از اختیارات حکومتی کارگران رو غارت و هر نوع اعتراضی را هم سرکوب میکنن. خب با تشکر، الان شما اشاره کردیم به گستردگی این اعتصابات و اعتراضات، این بیانگر چیه و علت اعتصاب این کارگران چیه؟ بله، قبل از هر چیز باید به این کارگران درود فرستاد که برای احقاق حقوق به حق و به یغما رفته خودشون بلند شدن و به وعده های دروغ رژیم توجه نکردن و دست به اعتراض زدن. این اولا. راستش این اعتراضات بیانگر اثبات شرایط عینی انقلاب در جامعه است که مثل آتش زیر خاکستر با هر نسیم و باد زبانه میکشه و شعله ور میشه. اما در پاسخ به سوال شما که پرسیدین دلیل این اعتراضات و اعتصابات چیه، باید بگم که الان طبق گفته خود مقامات رژیم تورم بالای 40% هستش که اینو خبرگزاری ایسنا هم گزارش کرده، ولی به طور واقعی تورم بالای 60% هستش. حالا برای این کارگران در سال جدید، یعنی سال 1402، افزایش حقوق حدود 25% در نظر گرفته شده. یعنی به جای اینکه حقوق این کارگران در واقع افزایش پیدا کنه، چیزی حدود 25-35% کمتر میشه. روشنه که همین الان هم وضعیت معیشتی کارگران واقعا اسفباره و حقوق اونا حتی مخارج نصف ماه رو هم تامین نمیکنه. و بگذاریم که خیلی از خوراکی‌ها مثل گوشت و میوه از سفره غذایی این کارگران کلن حذف شده، چون توان خرید اونا رو ندارن و اکثر اونا به واقع در زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. طبیعیه که این کارگران که باید مخارج خانواده‌شون رو هم تأمین کنن، به قول معروف کارت به استخونشون رسیده و دست به هر کاری از جمله اعتراض و اعتصاب میزنن تا بلکه بتونن یک مقدار از این وضعیت اسفناک در بیان. الان اونا خواهان افزایش 79% دستمزدهای خودشون هستن تا حداقل بتونن تورم موجود رو جبران کنن. بله، با تشکر. این روزها شاهد برکناری یا به قول خودشون استعفای برخی از وزرای دولت به خاطر همین وضعیت فاجعه بار اقتصادی هستیم. به نظر شما این تغییرات میتونه به قول معروف دردی رو دوا کنه و اگه نمیتونه راه درست و واقعی برای کارگرا و کارمندان و سایر اقشار جامعه برای رسیدن به حقوق حقشون چیه؟ راستش وضعیت الان رژیم آدم رو یاد روزهای آخر دیکتاتوری شاه مخلوع میندازه که مردم تو خیابونا داد میزدن ما میگیم شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه. الان هم مردم خیلی روشن و واضح میگن مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور و دنبال سرنگون کردن دیکتاتوری ولایت فقیه خامنه‌ای هستن. اینا یا وزیر عوض میکنن یا موضوعای انحرافی دیگه مثل برگزاری رفراندوم رو مطرح میکنن، گویا که میتونن با این کارها و این مانورها مردم رو باز گول بزنن. ولی مردم الان چندین ساله که تو کف خیابون حرفشون رو دارن به صراحت میزنن که خواهان سرنگونی تام و تمام این حکومت هستن و به چیزی کمتر از اون رضایت نمیدن. اینو تو قیام‌های سال‌های 96، 97، 98 و همین قیام شهریور سال گذشته بارها گفتن. ولی متاسفانه چون این قیام‌ها سازماندهی درست حسابی نداشتن، نتونستن به این خواسته خودشون برسن. حالا این اعتصاب و اعتراض هم هرچند که مثبت و خوبه و در همین راستا هست، ولی قطعاً تا با مقاومت سراسری پیوند نخوره نمیتونن به خواسته خودشون یعنی سرنگونی رژیم برسن و کارساز نخواهد بود. و خامنه‌ای مجدداً با توسل به نیروهای سرکوبگر و جنایتکار سپاه و مزدوران بسیج و انتظامی
با دستگیری و به زندان انداختن یا اخراج تعدادی از کارگران این نوع اعتراضات رو سرکوب میکنه. از طرفی هم چون کارگران همینطوری محتاج نون شب هستن، نمیتونن مدت زیادی دست از کار بکشن و بالاخره باید یه لقمه نون برای خانوادهشون تهیه کنن. بنابراین تنها راه رسیدن به خواستشون اولا پیوند خوردن به مقاومت سراسری، به معنی اینکه گوش به فرمان رهبری این مقاومت باشن، و ثانیا تنها به اعتصاب و اعتراض اکتفا نکنن، بلکه اقدام به اشغال کارخونه ها کنن و مدیران و مزدوران رژیم و ارگان های سرکوب در این اماکن رو مثل نهادهای امنیتی و نظارتی، بسیج و آخوندهایی که در همه مراکز هست دستگیر و بیرون کنن و در واقع کنترل این کارخونه ها رو به دستشون بگیرن. به این ترتیبه که میشه از شر این رژیم خلاص شد. بله، ممنونم از شما. با تشکر از شما.